فرامید خداوند بزرگ و مهربان، با عرض سلام و وقت شما دوستان عزیز بخیر. انشالله که خوب و جور و صحتمند باشید و امشب در برنامه نهایی وکتور آزمون ما را همراه باشین و تنها نگذارین. 5 تیم در طول هفته با هم رقابت کردن و هر تیم تانستن که برنده شوند و راه پیدا کنند به برنامه امشب ما. و امشب حالا هر 5 برنده ما که در طول هفته تانستن تیم های مختلف را شکست بدن و به این مرحله برسن، باز هم با هم رقابت دارن و قرار است که به خاطر 30,000 افغانی رقابت کنن و ببینیم که برنده امشب ما کدام تیم هست. با افتخارشان و با افتخار شما دوستانی که در تالار تشریف آورده. و در این لحظات از برنامه هم یک تشکری خاص داریم از انرژی وکتور. با نوشیدن انرژی وکتور هر بازی رو به پیروزی تبدیل کنید و مثل ستارگان بدرخشید. انرژی وکتور بنوشید و پیروزی را از آن خود بسازید. تشکر از انرژی وکتور که حامی مالی برنامه وکتور آزمون هستند. از اسماء عزیز شروع میکنیم. سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه وکتور آزمون. سلام، به نام آن که تنهایی شایسته اوست. سلام مهدی جان به شما و تیم مقابل و کسایی که از پرده تلویزیون ما را میبینن. اسماء ادیب هستم، یکی از اعضای تیم طاهری. بسیار خوش آمدین اسماء جان، شما جزء از گروه طاهری بودین و امشب دیگه سرتیم تشریف نورد اسماء جان آمدن برای نمایندگیشان. چانس خوب براتون آرزو میکنم. هدیه جان سلام، وقت بخیر. سلام عرض ادب خدمت شما و تیم مقابل. حاضرین در تالار هدیه نادری هستم. سرتیم نادری هستین. بله. خوش آمدین هدیه جان، چانس خوب براتون آرزو میکنم. سلام مرسل، وقت بخیر. به نام خدای یکتا به همتا، سلام درود محضر خود مهدیه جان، اشتراک کنندگان، حاضرین در تالار و همه بینندگان تلویزیون طلوع برنامه وکتور آزمون. من مرسل مسرور هستم، به نمایندگی از تیم مسرور آمدیم و امیدوار هستیم یک برنامه و یک رقابت سالم خوب داشته باشیم. سلامت باشین، تشکر، انشالله که موفق باشین. به افتخار اشتراک کننده ما دوستان و حالا هم میریم طرف تیم کسانی که در مقابلشان هستن. خدیجه جان و منیژه عزیز سلام، خدیجه وقت بخیر. تشکر. به نام خداوندی که انسانها را اشرف المخلوقات آفرید و نطق و بیان را فرق میان انسان و حیوان قرار داد و درود بر راه پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم، بزرگترین معلم بشریت که ما را از تاریکی های جهل و نادانی به نور الهی فراخواند. و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکات و خدمت شما مهدی جان عزیز، تیم مقابل، حاضرین در تالار و با تمام بینندگان عزیزی که ما را از طریق تلویزیون طلوع در برنامه وکتور آزمون بیننده هستند. خدیجه سلطان هستم از تیم سلطانی و خودم سرتیم هستم. خیلی خوش آمدین خدیجه جان و منیژه سلام، وقت بخیر. به نام آن که یک نامش مبین است، به فرمانش قلم عرش زمین است. سلام خدمت شما مهدیه جان، تیم های مقابل و بیننده های عزیز. منیژه فیضان هستم، عضو تیم غنیزاده. خیلی خوش آمدین. و منیژه عزیز هم از جز اعضای گروه غنیزاده هستین و امشب سرتیمشان تشریف ناوردن و منیژه جان آمدن. خوش آمدین. و دوستان حالا هم بریم طرف مرحله اول برنامه وکتور آزمون و قرار است که رقابت شما آغاز شود. منیژه عزیز و دوستان دیگری که در برنامه هستین، مرحله اول ما از هر کدام شما یک سوال پرسان میکنیم. 4 گزینه ای هست، 30 ثانیه فرصت و همچنان 20 امتیاز داره. اولین سوال، متیشن که تغییرات ناگهانی مواد ارثی است در کجا به وجود می آید؟ گزینه اول جن، گزینه دوم کروموزوم، گزینه سوم هر دو درست هست و گزینه چهارم هر دو غلط است. منیژه جان وقت خودت هم آغاز شده. کروموزوم. مطمئن هستین؟ وقت زیاد هست. اگر شک دارین دقت بیشتر کنین، رقابت سخت است. به خاطر 30,000 افغانی شما رقابت میکنین و امشب تمام کسایی که در طول هفته برنده شدن همراه شما رقابت دارن. بله، کروموزوم. مطمئن هستین؟ قفل کنیم؟ بله. خب 5 ثانیه دیگر فرصت دارید. 3 2 1 وقتتان به اتمام رسید. با هم میبینیم آیا کروموزوم جواب درست هست یا خیر. و متاسفانه جواب شما اشتباه هست منیژه عزیز. من خیلی تاکید بهی داشتم که بیشتر دقت کنی و بیشتر فکر کنی، اما خودت گزینه دوم را از ما اول انتخاب کردی و شاید مطمئن بوده باشی. معلومات داشتی در رابطه با این سوال؟ خب کمی کم معلومات داشتین. اما متیشنی که تغییرات ناگهانی مواد ارثی است در کجا به وجود میاد سوال ما بود، هم در جنها و هم در کروموزوم، یعنی گزینه سوم هر دو درست است جواب درست بود که شما انتخاب نکردین. خیر باشم، هنوز فرصت زیاد هست در مرحله بعدی برنامه. خدیجه آماده هستی؟ بله. بریم طرف سوال؟ بله.
خب در این مرحله اول تمام سوالات ما از بخش بیولوژی هست، پس حالا نوبت ما هست که سوال را بر ما پاسخ بدین. کروموزوم ها در کجا موقعیت دارند؟ گزینه اول هسته حجره، گزینه دوم جن، گزینه سوم هر دو درست است، گزینه چهارم هیچ کدام. وقتتان آغاز شده، 30 ثانیه فرصت و گزینه درست را شما بر ما انتخاب کنین. هسته حجره و جن هر دو درست است، هیچ کدام. هسته حجره. معلومات داری خدیجه؟ کم. همون معلومات کم تا ممرمون شریک بساز ببینیم که چقدر اطلاعات داری. خب کروموزوم ها بیشتر در هسته موجود می باشن دیگه. کروموزوم ها بیشتر در هسته موقعیت دارن و یا هم موجود هستن. و وقتی شما امرو به اتمام هست، پس گزینه اول را قفل میکنیم. میبینیم آیا هسته حجره جواب درست هست یا خیر. و بله خوشبختانه جواب خدیجه عزیز کاملا درست بود. کروموزوم ها در هسته حجره موقعیت دارن و شما 20 امتیاز را از آن خود ساختید. و حالا هم بریم طرف سه تا از اشتراک کننده های دیگر ما که امشب در برنامه در رقابت هستن و با اسمای عزیز شروع میکنیم. اسما جان آماده هستیم؟ بله. بریم طرف سوال؟ بریم. هر کروموزوم از دو حصه تشکیل شده است که با کدام نام یاد میشوند؟ گزینه اول جن، گزینه دوم کروماتید، گزینه سوم سنترومیر و گزینه چهارم هیچ کدام. گزینه دوم. گزینه دوم کروماتید. مطمئن هستین؟ بله. چند فیصد؟ 50%. 50%. 50% دیگه بالای کدام گزینه شک دارین؟ گزینه سوم. سنترومیر. بله. خب. حالا کدام را قفل کنیم؟ نه، اون دوم میرسه است. کروماتید. بله. معلومات هم دارین؟ کم از اون زیاد نه. چقدر معلومات دارین؟ یکم بر ما هم توضیحات بدین ببینیم که 30% زیاد نیست. 50% و 30% دیگه یک بار دیگه پرسان کنم شاید گزینه رو چنج کنین. خب میبینیم آیا جواب درست هست کروماتید یا خیر. و بله کاملا درست. بسیار عالی اسما جان، 20 امتیاز شما در مرحله اول از آن خود ساختین. تبریکتان باشه. و حالا هم میریم طرف هدیه جان عزیز. هدیه آماده هستی بریم؟ بله. طرف سوالات؟ بله. خب مطمئنا دیگه چون از اشتراک کننده ما از بخش بیولوژی بوده، از شما هم سوالی در رابطه با مضمون بیولوژی هست که پرسیده میشه. کروموزوم ها به صورت عموم دارای چند بازو اند؟ گزینه اول دو بازو، گزینه دوم سه بازو، گزینه سوم چهار بازو و گزینه چهارم یک بازو. دو بازو، سه بازو، چهار بازو و یک بازو، کدام جواب درست هست؟ دو بازو. 3 ثانیه فرصت برای دقت کردن. دو بازو. دو بازو؟ بله. معلومات داری؟ کمتر. خب کم معلومات بدی بر ما، چطور که انتخاب کردی گزینه اول؟ به خاطر که کم خواندم بودم فکر میکنم که دو بازی است. خب تقریبا دیگه فکر میکنیم به یادتان مانده. بله. در محافظه کمک یک چیز به نام دو بازو بوده. خب کروموزوم ها به صورت عموم دارای دو بازو هستن. اگر مطمئن هستین گزینه یک شما انتخاب کردین قفل میکنیم چون وقت شما به اتمام رسیده. میبینیم با هم آیا گزینه اول جواب درست هست یا خیر. و بله بسیار عالی، هدیه جان هم تانستن که 20 امتیاز را از آن خود بسازن. مبارکتان باشه. مرسل آماده هستی؟ بله. بریم طرف آخرین سوال در مرحله اول برنامه. 20 امتیاز داره، 30 ثانیه فرصت داری دقت داشته باش. مرسل، حجرات انسانی دارای چند جوره کروموزوم می باشد؟ گزینه اول 23 جوره، گزینه دوم 20 جوره، گزینه سوم 15 جوره و گزینه چهارم 10 جوره. وقت خودت آغاز شده، با ذهنت مشورت کن کدام گزینه میتونه جواب درست باشه. 20 جوره. 20 جوره. گزینه دوم 20 جوره. چقدر مطمئن هستی مرسد؟ مرحله حساس است. 80%. 80%؟ فیصدی زیادی هست. پس اگر شما در 20 جوره 80% مطمئن هستی گزینه را قفل کن. قفل شد مرسل؟ بله. خب بسیار عالی. مرسل عزیز گفتن که حجرات انسانی دارای 20 جوره کروموزوم هست. میریم با هم میبینیم آیا جوابشان درست هست یا خیر. و متاسفانه اشتباه هست، کاش بیشتر مرسل دقت میکردی گزینه اول 23 جوره جواب درست هست. شما انتخاب نکردی.
خب خیر باشه، هنوز فرصت زیاد هست برای اشتراک کننده ما تا بتونن که رقابت داشته باشن. در مرحله چهارم معلوم میشه که کدام از اشتراک کننده های ما با کمترین امتیاز از برنامه حذف میشن. اما قبل از همه و شروع مرحله بعدی برنامه وقتی کوتاه برگشتیم عزیزان و تشکر از همه شما دوستانی که تا اینجا بیننده برنامه ویکتور آزمون هستید. اگر شما دوست دارین که برنده 30,000 افغانی بعدی برنامه ویکتور آزمون شما باشه، پس منتظرتان هستیم. همین لحظه به شما تماس کردن پرده های تلویزیونتان میبینید، پیام بگذارین، خود را ثبت نام بسازین و بیاین در برنامه ویکتور آزمون یک رقابت دوستان داشته باشین. و امشب هم قرار است که از 5 اشتراک کننده ما یک اشتراک کننده برنده 30,000 افغانی باشه. پس به افتخارشان دوستان. حالا هم آغاز میکنیم مرحله دوم برنامه خود را. حالا هم میریم طرف اولین سوال در این مرحله از اسما جان. نخستین حاکمیت سیاسی کشور ما در کتاب اوستا با کدام نام یاد شده است؟ گزینه اول اسپا، گزینه دوم کیانی ها، گزینه سوم پشدادیان و گزینه چهارم هیچ کدام. وقت اسما آغاز شده، 3 ثانیه فرصت و در مرحله دوم هم سوالاتی برمیگرده و مضمون تاریخ که شما پرسیدم میشه. سوال گزینه دوم صحیح است. کیانی ها؟ بله. چند فیصد مطمئن هستی؟ 40%. 40%. جای خواندی؟ در کتاب تاریخ. در کتاب تاریخ خود در رابطه با اسپا، کیانی، پشدادیان، در رابطه مثلا با خود اوستا و این چیزا زیاد خواندیم. اما این که نخستین حاکمیت سیاسی کشور ما در کتاب اوستا به نام کیانی ها هست یا خیر، هیچ میبینیم با هم. صحیح. چون وقتتان به اتمام رسیده و متاسفانه اشتباه هست. گزینه سوم پشدادیان جواب درست بود که شما انتخاب نکردید، چون ناما همگیش در تاریخ هست، یکان وقت از پیش آدم گدوت میشه. خیر باشه اسما جان عزیز. و حالا هم میریم طرف هدیه. هدیه آماده هستی بریم طرف سوال؟ هم از اون طوری خلاقه داری؟ بله. بسیار عالی هست که علاقه داری. اولین حاکم خانواده پشدادیان کی بود؟ گزینه اول کیومرثشاه، گزینه دوم یما، گزینه سوم طهمورث و گزینه چهارم ضحاک. وقت شما آغاز شده، با خودت فکر کن و ببین که جواب درست کدام گزینه هست. کیومرثشاه، یما، طهمورث، ضحاک. کدام؟ گزینه اول. گزینه اول را قبول کنیم؟ مطمئن هستین؟ بله. خب اگر مطمئن هستین، چون وقتتان هم کم هست، پس گزینه اول را قبول میکنیم. هدیه عزیز گفتن که اولین حاکم خانواده پشدادیان کیومرثشاه هست. با هم میبینیم آیا جواب درست هست؟ و بله. خوشبختانه هدیه جان با انتخاب گزینه اول تانستن که 20 امتیاز دیگر هم از آن خود بسازن. انشالله همیشه موفق باشی هدیه. حالا هم میریم طرف مرسل عزیز. مرسل جان آماده هستی؟ بریم طرف سوال بعدی؟ بریم. پس حالا هم میریم طرف سوال. بعد از کیومرثشاه کی به قدرت رسید؟ گزینه اول منوچهر، گزینه دوم ضحاک، گزینه سوم یما و گزینه چهارم هیچ کدام. وقتت آغاز شده، دقت داشته باش مرسل. میتونی که خوب فکر کنی، به خاطر که 30 ثانیه فرصت وقت زیاده هست. حالا هم که 15 ثانیه فرصت داری، کدام گزینه رو موقف کنی و بالای کدام گزینه بیشتر مطمئن هستی و زمانت هم متوجه باش و کنترل داشته باش. ضحاک. گزینه دوم. با هم میبینیم آیا بعد از کیومرثشاه ضحاک به قدرت رسیده یا خیر. متاسفانه اشتباه هست و گزینه سوم یما جواب درست بود که شما انتخاب نکردین مرسل جان و نتونستین که 20 امتیازی که مربوط به این مرحله بود شما از آن خود بسازین. اما مرحله بعدی برنامه هنوز هم باقی هست و تشویق کنین هر سه اشتراک کننده ما را دوستان. حالا هم میریم طرف خدیجه جان و سوالی که مربوط به خدیجه هست. بریم طرف سوالات؟ خب. ضحاک پادشاه ظالم توسط چه کسی از بین برده شد؟ گزینه اول نوذر، گزینه دوم فریدون، گزینه سوم طهمورث و گزینه چهارم یما.
وقتت آغاز شده؟ کدام گزینه را قفل کنیم؟ نوزر، فریدون، تحمورس، یما، کدام؟ یما. یما قفل شود. معلومات داری؟ نه خیر. پس چطور گزینه چهارم را انتخاب کردی؟ همونتون انتخاب کردم. خب، میخوای چانس تا امتحان کنی؟ بله. پس میبینیم آیا گزینه چهارم جواب درست هست یا خیر، چون وقت خدیجه جان هم به اتمام رسید. اگر جواب درست باشه 20 امتیاز را از آن خود میسازن. با هم میبینیم؟ و متاسفانه جواب شما اشتباه هست. جواب درست فریدون بود که گزینه دوم بود که باید شما انتخاب میکردین، اما متاسفانه انتخاب نکردین. خب حالا نوبت میرسه بریم طرف منیژه جان. منیژه آماده هستی بریم طرف آخرین سوال در مرحله دوم برنامه؟ 30 ثانیه فرصت و 20 امتیاز. بله. ایرج پسر فریدون را کی به قتل رساند؟ گزینه اول تور و سلم، گزینه دوم ضحاک، گزینه سوم منوچهر و گزینه چهارم همه درست است. سوال بسیار آسان، دقت کن. ایرج پسر فریدون را کی به قتل رساند؟ تور و سلم، ضحاک، منوچهر و همه درست است. کدام گزینه؟ منوچهر. منوچهر. گزینه سوم. سوم. مطمئن هستی؟ فرصت داری. اگر شک داری دقت کن. در غیر صورت گزینه را قفل میکنیم. دولی شک دارم اونتا سوم. خب سوم را قفل کنیم. درست است، چون وقتتان به اتمام رسید. بر ما منیژه جان گفتن بالای گزینه تور و سلم هم شک دارن، اما منوچهر را قفل کنیم و ببینیم که آیا جواب درست هست یا خیر. ببینیم با هم. متاسفانه ای کاش همون گزینه را که شک داشتن انتخاب میکردین. ایرج، تور و سلم سه تا برادرها بودن که هر سهشان فرزند فریدون بودن و تور و سلم با هم یک جا شدن، دو تا برادر و برادر دیگر خود را به قتل رساندن که ایرج بود. خب خیر باشه دوستان، میریم طرف مرحله سوم برنامه. اما قبل از همه و شروع مرحله بعدی یک دم کوتاه میگیریم و بعد عزیزان برگشتیم. ادامه برنامه دکتر آزمون هست و امشب در برنامه رقابت دارن. 5 اشتراک کننده ما در طول هفته رقابت کردن و برنده شدن. حالا هم به خاطر 30,000 افغانی رقابت میکنن. میبینیم که برنده امشب کدام یک از عزیزان ما هستن که امشب در برنامه هستن. و حالا هم یک تشکری خاص داریم از انرژی وکتور. با نوشیدن انرژی وکتور هر بازی را به پیروزی تبدیل کنید و مثل ستارگان بدرخشید. انرژی وکتور بنوشید و پیروزی را از آن خود بسازید. یک انرژی فوق العاده مزه‌دار. اگر دوست دارین که پر انرژی باشین حتما استفاده کنین از انرژی وکتور. حالا هم آغاز میکنیم مرحله سوم برنامه وکتور آزمون را. در مرحله سوم هر سوال ما 15 ثانیه فرصت داره، 30 امتیاز داره. در صورتی که جواب درست را بر ما نمیتن منفی 15 میشه. و همچنان سوالاتی هست که فقط یک جواب داره و اشتراک کننده های ما بر ما جواب درست را میگن. حالا هم میریم طرف منیژه عزیز. منیژه جان مرحله سوم را با خودت آغاز میکنیم. از جمع عدد 55 با عدد 78 چه حاصل میشود؟ یعنی دو تا جمع شود؟ بله، عدد 55 با 78 جمع کن. کدام عدد حاصل میشه؟ حاصل جمع دو عدد؟ 3. 130. 2-1. وقتتان به اتمام رسید و عجله کردین یا با دقت؟ خب یکم عجله بود. خب گفتن که 130 جواب درست هست. با هم میبینیم. متاسفانه جواب اشتباه هست و از جمع عدد 55 با عدد 78 133 حاصل میشه، که متاسفانه شما پاسخ درست را بر ما نگفتید. خب خدیجه عمده هستی؟ بله. بریم طرف سوال؟ بله. خب از جمع عدد 55 با عدد 67 چه حاصل می شود؟ دقت کن، 15 ثانیه فرصت. 55 با 67 جمع کن. 122. مطمئن هستی؟ بله. چند فیصد؟ میشه طرف را ببینی؟ 100%. و وقتتان به اتمام رسید. خب گفتن که جواب 122 هست. میبینیم با هم؟ بله کاملا درست، بسیار عالی.
55 با 767 جمع کردیم و 122 جوابتان کاملا درست بود و شما 3 امتیاز را از آن خود ساختید. حالا هم بریم طرف اسما جان، اگر تشویقشان کنین دوستا. اسما بریم طرف سوال جمع، عملی جمع را خوب بلد هستی دیگه. توکل به خدا، ماشین حساب خو ندارید از ذهنت؟ نه قدر نه. از جمع عدد 55 با عدد 87 چه حاصل می شود؟ چقدر آسان. چهار، سه، دو، یک. 147 جواب بود که اسما جان برای ما گفتن. آیا از جمع عدد 55 با 87 147 حاصل میشه یا خیر؟ با هم میبینیم. متاسفانه اشتباه هست. اسما جان 5 جمع 7 12، یک حاصل میآید. 5 جمع 8 13، با یکی هم که داشتیم 14. 142 جواب درست بود. 142 جواب درست هست. حالا هم بریم طرف هدیه جان. هدیه آماده هستی؟ بله. دقت داشته باش. از جمع عدد 55 با عدد 93 چه حاصل می شود؟ مطمئن هستم که بخش عملی جمع بسیار آسان است، فقط دقت نیاز داره و اعداد روندی هم هست به خاطر جمع کردن. 5 ثانیه فرصت داریم. 127. 127 جواب بود که هدیه جان دادن و وقتشان هم به اتمام رسید. 55 با 93 هدیه جان جمع کردن، گفتن 127. با هم میبینیم. متاسفانه اشتباه هست. 55 با 93، 5 جمع 3 8 میشه، 5 جمع 9 14 میشه. 148 جواب درست هست و وقت شما هم به اتمام رسیده بود و متاسفانه امتیاز از آن خود نساختی. مرسل آمده هستی بریم طرف آخرین عملی جمع. از جمع عدد 55 با عدد 47 چه حاصل می شود؟ چقدر آسان. یا برای ما آسان است همین که عدد می بینم میتونم تو جمع کنم. مرسل پاسخ بگو تا وقتت به اتمام نرسه. 5 ثانیه فرصت داری. 102 102 مطمئن هستی؟ قفل کنیم؟ وقت شما هم به اتمام رسید. آیا 102 جواب درست هست یا خیر؟ بله کاملا درست. 55 با 47 جمع میکنیم. 5 جمع 7 12، 1 حاصل میآید. 5 جمع 4 9 و با 1 که میشه 10. 102 چقدر خوب. و دوستان حالا هم بریم طرف مرحله حساس برنامه، در مرحله که قرار است اشتراک کننده ما حذف کنه. اما قبل از همه وقت دوستان، رقابت در برنامه ویکتور آزمون هنوز هم ادامه داره. میرسیم به مرحله چهارم برنامه که بعد از سپری کردن این مرحله سه تا از اشتراک کننده های ما با کمترین امتیاز از برنامه حذف میشن. اسمای عزیز آماده هستی؟ بله. حالا هم میریم طرف سوالات. اولین سوال از اسمای عزیز دقت زیاد. علامه صلاح الدین سلجوقی نویسنده و شاعر کشور در کدام سال به دنیا آمد؟ سال تولد چون بر ما میگین اسما جان؟ کدام سال هست؟ هجری قمری یا هجری شمسی بر ما ذکر کنین و 15 ثانیه هم فرصت داریم. 1948 1948 قفل کنیم؟ قفل. وقتتان هم به اتمام رسید. میبینیم آیا علامه صلاح الدین سلجوقی نویسنده توانا و شاعر توانای کشور ما در سال 1948 به دنیا آمدن یا خیر؟ متاسفانه اشتباه هست. جواب اسمای عزیز در سال 1275 هجری شمسی به دنیا آمدن. و باید دقت داشته باشیم وقتی که سالی را ذکر میکنیم در رابطه با اینکه هجری شمسی است یا هجری قمری هم هست گفته شوه. خب خیر باشه اسمای عزیز. حالا هم بریم طرف هدیه جان. هدیه آماده هستی؟ بله. بریم طرف سوالات؟ بله. بسیار عالی. علامه صلاح الدین سلجوقی در کدام ولایت چشم به جهان گشود؟ وقت خودت آغاز شده، بر ما بگو اینکه علامه صلاح الدین سلجوقی در کدام ولایت زیبای ما به دنیا آمدن. سال تولد چون اتفاق میدیم، حالا ببینیم که در کدام ولایت به دنیا آمدن. مطمئن هستین؟ 50%. 50%.
وقتتان به اتمام رسیده، پس میبینیم آیا هرات زادگاه علامه صلاح الدین سلجوقی هست یا خیر؟ و جواب هدیه جان کاملا درست است و سیم پیاز را از آن خود ساختی هدیه، موفق باشی. دیگه چون خوب برد آرزو میکنم. اما حالا میریم طرف مرسل عزیز. مرسل جان آماده هستی بریم طرف سوال؟ بریم. نام پدر علامه صلاح الدین سلجوقی چه بود؟ سال تولد چه گفتیم؟ محل تولد چه گفتیم؟ حالا نام پدر علامه صلاح الدین سلجوقی را بر ما مرسل جان میگه. و وقت هم مانده. امیر سلجوقی. نامشان سلجوقی بوده. امیر. امیر سلجوقی. میبینیم آیا جواب درست هست؟ و مرسل جان جواب درست بر ما گفتن یا خیر؟ متاسفانه اشتباه هست. مفتی سراج الدین هست. نام پدر علامه صلاح الدین سلجوقی و شما گفتین امیر سلجوقی که جواب درست نبود. و سیم تیاتر از آن خود نساختیم مرسل. خیر باشه، فرصت زیاد هست و تشویقشان کنین دوستا. میبینیم که خدیجه و منیژه آیا میتونن پاسخ سوالات رو بر ما بگوین و امتیاز رو از آن خود بسازن یا خیر؟ و منیژه جان نوبت شما هست. علامه صلاح الدین سلجوقی در کدام سال پدرود حیات گفت؟ وقت شما آغاز شده. دقت داشته باش، 15 ثانیه فرصت هست و بر ما تنها سال شد. کدام سال؟ 13-20. و وقتتون رو به اتمام هست. 13-20 هجری شمسی. خب 13-20 هجری شمسی در ثانیه های آخر منیژه جان بر ما گفتن و میبینیم آیا جوابشان درست هست یا خیر. و متاسفانه جواب اشتباه هست. در سال 1349 هجری شمسی علامه صلاح الدین سلجوقی از دنیا وفات نمودن یا پدرود حیات گفتن. خب حالا هم میریم طرف خدیجه و آخرین سوال در مرحله چهارم برنامه و ببینیم که کی با کمترین امتیاز از این مرحله حذف میشن. چانس خوب بر خدیجه آرزو میکنم. علامه صلاح الدین سلجوقی در کدام ولایت به خاک سپرده شد؟ فقط نام ولایت را بر ما بگویید و دقت هم داشته باشین. سی امتیاز را باز میتونین که از آن خود بسازین اگر جواب شما درست باشه. هرات. در ولایت هرات. مطمئن هسته؟ 3-2-1 وقت شما هم به اتمام رسید. خب خدیجه جان بر ما انتخاب کردن ولایت هرات جواب درست هست. با هم میبینیم. متاسفانه اشتباه هست. علامه صلاح الدین سلجوقی در ولایت کابل در شهدای صالحین و خاک سپرده شدن و شما گفتین ولایت هرات و جواب درست نبود و امتیاز را هم از آن خود نساختین. و حالا هم میریم طرف قسمت پر از هیجان و پر از استرس برنامه و قسمتی که مجموع امتیازات اشتراک کننده های ما هست و ببینیم کدام اشتراک کننده ما با کمترین امتیاز از برنامه حذف میشن. در حالا هم آغاز میکنیم از اسما جان. اسما جان در 4 مرحله از برنامه مکملا تانستن که 15 امتیاز را از آن خود بسازن. مبارکشان باشه و انشالله موفق باشن. به افتخارشان دوستان. و حالا هم میریم طرف هدیه جان عزیز. هدیه جان در 4 مرحله از برنامه تانستن که 70 امتیاز را از آن خود بسازن و یک رقابت خیلی خوب داشتن. به افتخارشان و انشالله همیشه موفق باشه هدیه عزیز. و حالا هم میریم طرف مرسل جان. مرسل جان در مرحله اول و دوم برنامه امتیاز را از آن خود نساخته بودن. در مرحله سوم برنامه 30 امتیاز را از آن خود ساختن و در مرحله چهارم هم سوال را پاسخ ندادن و منفی 15 شد 30 امتیازشان و فعلا دارن 15 امتیاز. به افتخارشان دوستان. و همچنان منیژه جان عزیز هیچ امتیاز را در برنامه امشب متاسفانه که از آن خود نساختن. خب برنامه هست و رقابت هست، تشویقشان کنین دوستا. با افتخار منیژه عزیز و همچنان خدیجه جان تانستن که در 4 مرحله ای از برنامه 30 امتیاز را از آن خود بسازن و با افتخار خدیجه عزیز.
و سه نفری که نتونستن به مرحله بعدی برنامه راه پیدا کنن، منیژه جان، مرسل جان و اسماء عزیز هستن. اما برشان آرزوی موفقیت دارم، انشالله که میشن موفق و کامگار باشن. حضورشان در برنامه همه چیز هست. خیلی خوشحال شدیم که همراهشان در برنامه بودیم و رقابت کردن. و دو تا از اشتراک کننده های ما که به مرحله بعدی برنامه راه پیدا کردن و به خاطر 30,000 افغانی قرار است که رقابت کنن، هدیه جان عزیز و همچنان خدیجه جان عزیز هست. با افتخارشان دوستان. اما حالا وقتی خیلی کوتاه میگیریم و برمیگردیم با مرحله حساس از برنامه. عزیزان دل برمیگردیم و حالا هم مرحله پنجم برنامه هست. در این مرحله دو تا از اشتراک کننده های ما با گذشتاندن 4 مرحله قبلی برنامه، 3 تا از اشتراک کننده های ما را از برنامه حذف کردن و خودشان تانستن که به این مرحله برسن. خدیجه عزیز و هدیه جان هستن که حالا با هم در رقابت هستن. ببینیم کدام یک از اشتراک کننده های ما قرار است که با 30,000 افغانی به طرف خانه برن و برنده 30,000 افغانی باشن. قبل شروع برنامه حالا هم یک تشکری خاص داریم از انرژی وکتور. با نوشیدن انرژی وکتور هر بازی را با پیروزی تبدیل کنید و مثل ستارگان بدرخشید. انرژی وکتور بنوشید و پیروزی را از آن خود بسازید. تشکر از انرژی وکتور که حامی برنامه ما هستند. حالا هم با خدیجه عزیز مرحله پنجم برنامه خود را به افتخارشان دوستان. خدیجه اول خود تبریک باشه به اینکه به این مرحله رسیدی. میریم طرف اولین سوال صحیح و غلط. مرکبات عضوی عبارت از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات هیدروکربن ها می باشد. صحیح یا غلط؟ مرکبات عضوی عبارت از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات هیدروکربن ها هست. صحیح یا غلط؟ صحیح. و 3 ثانیه فرصت دارید. گزینه صحیح را گفتن که انتخاب کنین. با هم ببینیم آیا جواب خدیجه جان درست هست و 20 امتیاز رضا رو خود میسازه یا خیر. و بله، با افتخار خدیجه عزیز که تانستن 20 امتیاز را با امتیاز داشته باشن. حالا اگر سوال بعدی را شما پاسخ درست بدین، 20 امتیاز دیگر را میتونین که از آن خود داشته باشین. در غیر صورت امتیاز شما کم میشه و 5 امتیاز از 20 امتیاز شما کم میشه. درست است؟ بریم طرف سوال بعدی. مرکبات عضوی به 4 دسته تقسیم شده اند. صحیح یا غلط؟ غلط. چند فیصد مطمئن هستی؟ 10 ثانیه فرصت دارید. 70%. 70% مطمئن هستین که مرکبات عضوی به 4 دسته تقسیم نشده. گفتین غلط هست. ببینیم با هم؟ وقت شما به اتمام رسیده. حالا هم میریم طرف جواب سوال. آیا درست هست یا خیر؟ و بله، بسیار عالی. خدیجه جان تانستن که 20 امتیاز دیگر هم از آن خود بسازند. مرکبات عضوی به صورت عموم به دو دسته تقسیم شده، زنجیره‌ای یا و حلقه‌ای که دو قسمت هست و ما گفته بودیم در سوال به 4 قسمت که گفتیم که اشتباه هست. بسیار عالی، تشویقشان کنین. حالا هم میریم طرف هدیه جان. هدیه عزیز آماده هستی؟ بریم طرف سوال. خب بسیار عالی. سلسیوس واحد اندازه‌گیری درجه حرارت است. صحیح یا غلط؟ 5 ثانیه فرصت داری، دقت داشته باش. رقیب خود 40 امتیاز را تا حالا از آن خود ساخت. صحیح است؟ مطمئن هستین؟ 50%. 50% مطمئن هستین و وقتتان هم به اتمام رسید. گزینه صحیح را قفل میکنیم و با هم میبینیم آیا جواب درست هست یا خیر. و بله، کاملا درست و بسیار عالی. هدیه جان شما هم 20 امتیاز دیگر از آن خود ساختین. حالا میریم طرف سوال بعدی برنامه. اگر جواب درست بدین 40 امتیاز میشه امتیازاتان، در غیر صورت منفی 5 میشه امتیاز شما، که یعنی 20 امتیاز شما 15 امتیاز میشه. سوال بعدی. حرارت به دو طریقه از یک جسم به جسم دیگر انتقال می‌یابد. صحیح یا غلط؟ آیا به دو طریقه حرارت میتونه از یک جسم به جسم دیگر انتقال پیدا کنه یا خیر؟ غلط. مطمئن هستین؟ بله. معلومات دارین؟ اگر معلومات دارین قفل میکنیم و وقت شما هم به اتمام رسید. گفتین که جواب غلط هست، با هم میبینیم. و بله، کاملا درست. فکر میکنم در ثانیه آخر هدیه جان دلنادلم شدین. بله. خوب شد که گزینه که شما میخواستین انتخاب کردین. در غیر صورت اگر صحیح انتخاب میکردین امتیازتان کم میشد به جایی که زیاد شد.
خب در کل حرارت به سه طریقه از یک جسم به جسم دیگر انتقال پیدا میکنه که از طریق هدایت، جریان و تشعشع هست و با دو طریقه نبود. ما جواب درست را گفتیم. با افتخار هدیه جان عزیز حالا هم میریم طرف خدیجه. خدیجه جان باز هم دو سوال قرار است که شما پرسیده شود. هیدروکاربن ها به سه دسته تقسیم شده اند، صحیح یا غلط؟ آیا غلط هیدروکاربن ها به سه دسته تقسیم شده اند یا خیر؟ غلط. غلط؟ 5 ثانیه فرصت داریم. مطمئن هستی قفل کنیم؟ مرحله حساس است. کوشش کن که امتیاز از آن خود بسازی با جایزی که امتیازت کم شود. و وقت خودت هم به اتمام رسید، گفتی که جواب غلط هست. با هم میبینیم. و بله کاملا درست. 20 امتیاز دیگر هم خدیجه جان از آن خود ساختن. هیدروکاربن ها به دو دسته تقسیم شده اند و ما در سوال گفتم دیم که به سه دسته تقسیم شده اند. بسیار عالی. حالا هم میریم طرف سوال بعدی برنامه. اساس مرکبات اروماتیک را مرکبات کاربن تشکیل می دهد، صحیح یا غلط؟ 15 ثانیه فرصت، 20 امتیاز اگر جواب درست را بر ما خودت ارائه کنی. غلط. غلط؟ 5 ثانیه فرصت داری، دقیق باش. قفل کنیم یا خیر؟ جواب قفل شد چون وقت شما به اتمام رسید. خدیجه بر ما گفتن که اساس مرکبات اروماتیک را مرکبات کاربن تشکیل نمیدهد، چون شما گزینه غلط را انتخاب کردین. میبینیم؟ و بله جوابشون درست است. اساس مرکبات اروماتیک را بنزین تشکیل میده. ما بنزین یا همو اصطلاح عامش که میگن تیل تشکیل میدم. تشویق شان کنین دوستان. حالا هم نوبت میرسه به هدیه جان. هدیه دو سوال دیگه باقی ما، سه سوال. دو سوال حالا از خودت میپرسم. آماده باش. انتقال حرارت از یک منبع حرارت به محیط یا جسم دیگر به نام تبادل حرارت یاد میشود، صحیح یا غلط؟ وقتی حرارت از یک محیط یا به یک جسم دیگر انتقال پیدا میکنه، تبادل حرارت هست یا خیر؟ صحیح است. مطمئن هستی؟ 70%. چند فیصد؟ 70%. 70% مطمئن هستی؟ وقتت به اتمام رسیده. حالا با هم میبینیم آیا گزینه صحیح جواب درست هست یا خیر. و بله به افتخار هدیه جان رقابت چه بسیار سخت شده، چون هر دو اشتراک کننده ما فعلا امتیازات خوبی را از آن خود ساختن. میریم طرف سوال بعدی. انرژی حرارتی عبارت از مجموع انرژی خارجی تمام ذرات یک جسم است، صحیح یا غلط؟ انرژی حرارتی عبارت از مجموع انرژی خارجی تمام ذرات یک جسم است، صحیح یا غلط؟ دقت داشته باش. 15 ثانیه تام بند نظر بگی و ثانیه خودتم به اتمام رسید و شما گزینه غلط را انتخاب کرده بودید. و میبینیم که آیا تایمشان به اتمام رسیده بود که گزینه غلط را انتخاب کردن یا هنوز فرصت داشتن، ثانیه باقی مانده بود و انتخاب کرده بودن. با هم میبینیم جوابشان را. متاسفانه وقت شما به اتمام رسیده بود، گرچه که جواب شما درست هست. انرژی حرارتی عبارت از مجموع انرژی داخلی تمام ذرات یک جسم است و شما گفتین که ما گفته بودیم خارجی، گفتین غلط هست. جواب شما کاملا درست بود، وقت شما به اتمام رسیده بود. کاش دقت بیشتر می داشتید، اما خیر باشه. با افتخار هدیه جان عزیز حالا میریم طرف آخرین سوال از خدیجه و ببینیم آیا خدیجه میتونه جواب درست را بر ما بگویه و یا نه. اولین مرکب خاندان سایکلو الکان ها سایکلو پروپان هست، صحیح یا غلط؟ اولین مرکب خاندان سایکلو الکان ها سایکلو پروپان هست، صحیح. صحیح یا غلط؟ صحیح. گزینه صحیح را شما انتخاب کردین و وقتتون هم رو به اتمام از قفل کنیم. جواب قفل شد و میبینیم آخرین سوال را. خدیجه آیا جواب درست بر ما داده یا خیر؟ و با افتخار خدیجه عزیز بسیار عالی و تانستین که باز هم 20 امتیاز را از آن خود بسازین. و حالا هم میریم طرف هدیه جان و آخرین سوال در برنامه امشب از هدیه. هدیه آماده هستی؟ دقت داشته باش.
انقباض عبارت از افزایش حجم یک جسم در اثر بالا رفتن درجه حرارت آن است. صحیح یا غلط؟ صحیح یا غلط؟ 15 ثانیه فرصت. 3، 2، 1. و هدیه جان گفتن که جواب صحیح است. میبینیم با هم آیا افزایش حجم یک جسم در اثر بالا رفتن درجه حرارت را به نام انقباض میگن یا خیر. متاسفانه اشتباه هست هدیه جان. عملیه که حجم یک جسم افزایش پیدا میکنه در اثر بالا رفتن درجه حرارت به نام عملیه انقباض نیست، بلکه انبساط هست. انقباض کم شک داشت و بله، انقباض به عملیه گفتم میشه که حجم یک جسم کاهش پیدا میکنه در اصل درجه حرارتی که میباشد، که بیشتر در زمستان هم انقباض رخ میده و انبساط مربوط به عملیه هست که در تابستان هست، چون درجه حرارت آفتاب زیاد هست. خب خیر باشد. حالا هم دوستا میریم با هم یک جا به مجموعه امتیازات دوتا اشتراک کننده ما میپردازیم و میبینیم که برنده امشب کدام یک از اشتراک کننده ما هستند. و هدیه جان 5 سوال را در برنامه از شما پرسیدیم و تانستن که 3 سوال را پاسخ درست بتن و 2 سوال را پاسخ درست ندادن. 60 امتیاز را از آن خود ساخته بودن که به خاطر 2 سوالی که پاسخ شما ندادین 2 تا منفی 5 داشتین و 10 امتیازتون کم شد و مجموعاً شما 50 امتیاز را از آن خود ساختین. به افتخار هدیه جان عزیز تشویقشان کنین دوستان و همچنان رقیبشان و یا شخص که در مقابلشان به رقابت پرداختن، خدیجه عزیز، در این مرحله تانستن که امتیاز مکمل را از آن خود بسازن. 100 امتیاز را از آن خود ساختن و هر 5 سوال برنامه ما را پاسخ دادن. به افتخارشان دوستان و تبریک باشد و خدیجه جان عزیز که برنده امشب ما هستن. انشالله که همیشه موفق و کامگار باشه هر دو اشتراک کننده ما. و جا داره در این لحظات از برنامه هم یک تشکری خاص داشته باشیم از هدیه جان عزیز ازی که در برنامه تشریف آوردن و برنامه هست و در پهلوی ازی که معلومات عمومی خوب داشتین. خب بعضی وقتا برمیگرده به چانس ما هم و روال برنامه همی بود که فقط یک برنده داشته باشیم. تشکر از حضورت هدیه جان در برنامه. گفتنی پیامی اگر بر دوستا داری؟ پیام خاص ندارم. سلامت باشی، همیشه موفق باشی و با افتخار هدیه عزیز یک کف محکم بزنیم دوستا. و حالا هم از خدیجه جان دعوت میکنم که با پیش ما بیاین و جایزه خود را دریافت کنن. خدیجه جان میشه که بیایید. 30,000 افغانی. تبریک باشه به خدیجه عزیز و همتیمیانشان. انشالله که همیشه موفق کامگار باشی، از پیستان به خوبی استفاده کنی. حالا بله، افتخار به افتخار خدیجه عزیز. خدیجه، گفتنی پیامی بر دختر خانم‌ها و بیننده های عزیزی که این لحظه برنامه ویکتور آزمون را تماشا میکنند. خب شکست هم جزی از موفقیت است و شکستی واقعی زمانی هست که ما بفتیم و دوباره بلند نشیم و ای که بفتیم و دوباره بلند شویم، ای را به نام شکست گفته نمیتونیم. و زندگی ما از زمان تولد شروع نمیشه، بلکه از زمان تحول آغاز میشه. پس از فرصتهای طلایی که در زندگی ما هست استفاده کنیم تا به موفقیت و تحول برسیم. تشکر از شما. افتخار خدیجه، بسیار زیاد تشکر. سلامت باشی خدیجه جان. میشه که در جایتان تشریف ببرید. تشکر از شما عزیزانی که در تالار تشریف داشتین و با تشویقاتتون برای ما انرژی بخشیدین تا یک برنامه خوب را تقدیم بیننده‌های عزیز ما کنیم. تشکر از شما بیننده‌های عزیزی که تا اید بیننده برنامه وکتور آزمون بودید. این بود برنامه امشب که خدیجه عزیز برنده 30,000 افغانی شدن. و بازم تشکر از همه اشتراک کننده‌های ما در برنامه. اگر شما دختر خانم هم دوست دارین که برنده بعدی ما مثل خدیجه جان شما باشین، پس همین لحظه با شما به سبب که بی‌پرده تلویزیونتون می‌بینین پیام بگذارین و خود را ثبت نام بسازین و برنده بعدی شما باشین. این بود برنامه امشب که تقدیمتون شما دوستا کردیم و تا وقت دیگری که باز هم در خدمت شما دوستا قرار میگیریم، شما رو به خداوند بی همتا میسپارم. بقیه برنامه تلویزیون تلو رو هم فراموش نکنیم. خداحافظ.